سلام دوستان، با قسمت بعدی از آموزش لایبری WPFUI در خدمتتون هستم. یه نکته عرض کنم که توی این آموزش ما قصد آموزش کامل WPF رو نداریم و فقط بر روی لایبری WPFUI تمرکز کردیم. دوستانی که توی آشنایی با سینتکس XML و WPF رو ندارن، اگه مایلن توی کامنت ها درخواست بدن تا آموزش رو به صورت جداگونه قرار بدیم. در این قسمت نحوه کانفیگ پروژه های قبلی و نصب اکستنشن برای پروژه های جدید رو با هم پیش میریم. پلن یک اینه که شما لازم دارید این لایبرری رو به پروژه های قبلیتون اضافه کنید. وارد سایت مرجع میشیم. از منوی داکیومنتیشن قسمت گت استارتد. خب اینجا خیلی حرف زده، ولش کن. اول از همه باید ناگت به برنامه اضافه کنیم. وارد برنامه به ظاهر قدیمی مون میشیم. Dependencies Nugget Package Manager WPF-UI به برنامه مون اضافه میکنیم. Accepted. بعد از اینکه به برنامه مون اضافه شد ناگتش، باید تنظیمات app.xml مون انجام بدیم. وارد get started دوباره میشیم. کپی میکنیم و به قسمت اپلیکیشن اضافهش میکنیم. یه نکته بگم، اینجا میتونید به راحتی تمتون رو عوض کنید و تم پایه رو قرار بدید. بعد از اینکه تنظیمات کانفیگش انجام دادیم، کانفیگ app.xml تو هر ویندویی که بخوام اضافهش کنیم، مثلا نیم ویندو، همونجور که خودش گفته باید نیم اسپیسش اضافه کنیم. بعد از اضافه کردن نیم اسپیس به راحتی میتونید هر کدوم از المان هایی که داره استفاده کنید. به عنوان مثال سیمبل آیکون یه فونت سایز هم بهش میدیم 32، کنترل S F5. تبریک میگم، تنظیمات پروژه شما به درستی انجام شده و میتونید از این لایبری استفاده کنید. پلن 2 برای استارت پروژه های جدید. ابتدا وارد ویژوال استودیو میشیم. از تب اکستنشن منیج اکستنشن WPF-UI حتما توجه کنید تیک آبیو داشته باشه. اینجا یه پیغام براتون میاد، میگه برنامه که بسته شد براتون تغییرات اعمال میشه. برنامه رو یه بار میبنید. زمانی که شما برنامه رو باز میکنید، Create New Project رو میزنید، مشاهده میکنید 3 تا آیتم براتون اضافه شده. گزینه اول برانک پروژه، گزینه دوم کامپکت نویگیشن، گزینه سوم فلات نویگیشن. گزینه اول بلانک پروژه که فقط شامل لایبرری هستش و هیچ لایه و کانفیگ خاصی نداره. گزینه دوم کامپکت نویگیشن و گزینه سوم فلات نویگیشن که تنها تفاوتشون در نمایش منو. در گزینه فلات نویگیشن یک منوی ساده به عرض حدوداً 1 اینچ داریم. به عنوان مثال اگه بخوایم یه برنامه ازش ران بگیریم، این نمایه منوش که یه منوی ساده به عرض حدوداً 1 اینچ داره. و بریم سراغ کامپکت نویگیشن. اگه بخوایم یه اجرا از برنامهش بگیریم، مشاهده میکنید که منو با عرض بیشتر و سرچ باکس و تاگل باز و بست داره. این منو میتونه منوی درختی هم باشه توی مورد کامپکت نویگیشن. و اما گالری این لایبری که میتونید به راحتی نصبش کنید، فقط کافیه که یه پاورشل باز کنید و از قسمت داکیومنتیشن گالری
دستور وینگت اینستال WPF. اجرا کنید. میگه قوانین قبول دارید؟ آره. و این نکته عرض کنم که این کوفتی هم دوباره ما رو تحریم کردن و ممکنه شما باید از ابزار عبور از تحریم استفاده کنید و این هم گالری که توی قسمت قبل از روش توضیحات رو ارائه دادیم. خب نوبت میرسه به ساختار بندی پروژه. فولدر assets که مشخصه برای فایل های استاتیک برنامه است. فولدر helpers برای متد های کمکی مثل extension متد ها، converter ها و غیره استفاده میشه. فولدر models که برای دیتی های شماست و یا اگه اعتقادی به مموری های چند لایه ندارید محل مناسب واسه انتیتی هاتونه. فولدر resources که در صورت چند زبانه بودن برنامه تون این فولدر بکار میاد. فولدر services که برای سرویس های محلی برنامه شما مثل همین پیج سرویس و اپلیکیشن هاست قابل استفاده است. و اما پوشه های ویو و ویو مدل. مهمترین بخش برنامه تو همین دوتا فولدر جایگذاری شده که هر کدوم داره دو ساب فولدر به نام پیجز و ویندوز هستن. اینجوری بگم به ازای هر ویو یه ویو مدل داریم. اگه دقت کنید مین ویندو و داخل ویو مدل مین ویندو ویو مدل وجود داره، یا به عنوان مثال داشبورد پیج رو ببینید داشبورد ویو مدل وجود داره که تو ویدئوهای بعدی توضیح میدم چجوری میتونید اینا رو با هم دیگه ست کنید که همون معماری MVVM هستش. اینو اضافه کنم که این زون ساختار مثل سینگل پیج طراحی شده، ما یه ویندو داریم و سلام، الباقی همه پیج هستن و داخل همون ویندو دوباره لود میشن. من یه توضیحات کوچیکی درباره مین ویندو بدم. اینجا ما یه فلوئنت ویندو داریم که هیچی، بایندینگ کی ما اینجا یه تایتل بار داریم که سربرگ برنامه حساب میشه. یه نویگیشن ویو داریم که نویگیشن کل صفحه است، دقیقا کل صفحه رو پوشش میده، بادی صفحه است. و یه کانتنت پرزنتر که برای دیالوگ شماست. سیوران تا ویدئوی بعد توی کامنت ها منتظر هستم. خدا نگهدار.